با درود به بینندگان برنامه مانگا و آهورا. در بخش پیش گفتیم که ایرانیان باستان در سرزمینی زندگی می کرده اند که نام آن را سایاباریا نهاده بودند، که امروزه ما به آن سیبری می گوییم. سپس در گذار زمان گروه یا گروههایی از ایرانیان باستان به سوی جنوب سیبری و به طرف دریای مازندران کوچ می کنند و هنگامی که به دریای مازندران می رسند نام این دریا را کا سپینا می گذارند، که یعنی گاو سفید. اما پیش از این که ما بیشتر در باره این واژگان سخن بگوییم و معنی آن را افشا کنیم، لازم می دانیم یک نکته را یادآور شویم. پیشتر گفتیم که واژه گاو با گویش های گوناگونی بیان می شده است. برای نمونه در زبان کردی، البته ما این که میگوییم زبان کردی برای این است که بیشتر گویش ها در زبان کردی وجود دارد و به همین خاطر است که ما بیشتر میگوییم زبان کردی. به هر حال در زبان کردی به گاو گاو میگن، کاو میگن، گا میگن، کا میگن، و یک گویش هست که آن گویش کا است. این گویش امروزه به کار برده نمی شود، ولی در آمیخته با واژه های دیگر به کار برده می شود و از آنجایی که این گویش یا این واژه مهم است و یکی دو تا راز تاریخی را برای ما افشا می کند، ما بران شدیم که نمونه از این گویش را بیاوریم تا مطلب بهتر روشن شود. در کردستان روستایی هست که قامیش نام دارد و روستای دیگری هم هست که به آن گامش میگویند. در استان کرمانشاهان هم یک روستا هست که به همین نام خوانده می شود. در خوزستان، در مازندران، در جاهای دیگر روستاهایی هستند که با نام گامیش همراهند. البته ما در اینجا نمی خواهیم که واژه میش را تعریف کنیم و بگوییم که چه معنی می دهد، زیرا هم مهم نیست و همین که سخن به درازا می کشد. هدف ما این است که نشان دهیم که گویش کا یا واژه کا گویشی است از کا و کا گویشی از گاو است. همچنان که اینجا می بینید قامیش، قامیش، قامیش هر سه یک معنی می دهند. تنها واژه گاو با گویش های گوناگون بیان شده است. در فرهنگ فارسی گاومیش را چنین تعریف کردند که گاومیش ها گاوهای بزرگی بودند که در کنار دریاها و رودخانه ها زندگی می کردند، در حالی که همین امروز هم در برخی از روستاهای کردستان، بلوچستان، خراسان و جاهای دیگر گاومیش دیده می شود، ولی بیشتر در هندوستان گاومیش دیده می شود. و اما برای آنان که تاکنون گاومیش را ندیدن، ما اینجا عکس یک گاومیش را نشان می دهیم. همچنان که می بینید گاومیش یک گاو کوهاندار است که جثه‌اش از جثه گاو معمولی بزرگتر است و این هم یک عکس دیگر از گاومیش. همچنان که پیشتر گفتیم از آنجایی که گاوها برای ایرانیان باستان یکی از سرچشمه های زندگانی بوده است، در نتیجه برای گاوها ارزش بسیاری قائل بودند، تا جایی که حتی خورشید و ماه را هم گاوهای زنده میپنداشتند که همه چیز را میدانستند، که ما بخشی از این را در کلیپ شماره یک گفتیم. همچنین ایرانیان باستان نام بسیاری از جاها و مکانها را با نام گاو همراه کردند. همچنان که بیشتر گفتیم ایرانیان باستان سرزمین سیبری را هم کاروس می گفتند، که یعنی گاو روز، و منظور از گاو روز همین خورشید بوده است. و یا خود شهر مسکو، همچنان که اینجا میبینید نام شهر مسکو با نام گاو همراه است. و یا دریای مازندران کا سپینا، که یعنی گاو سفید.
همچنین ایرانیان باستان از گاو تندیس درست کردند و در کنار تندیس گاو تندیس یک زن را هم درست می‌کردند که به آن آرامیترا می‌گفتند، که ما گفتار آرامیترا را در برنامه‌های آینده خواهیم گفت. تندیس گاو و یا تندیس سر گاو در ایران، افغانستان، هندوستان، ترکیه، عراق و حتی مصر پیدا شدند. برای نمونه در اینجا یک تندیس گاو را میبینید، یک نقش برجسته از گاو که همچنان که میبینید یک گاو کوهندار است. این تندیس در یکی از شهرهای استان تامیل در هندوستان پیدا شده است. همچنین تندیس گاوی که در مصر پیدا شده است و یا تندیس های گاو یا سر گاو که در ایران پیدا شده است، و این هم یک تندیس سر یک گاو است که در ایران پیدا شده و آن را احتمالاً فکر میکنم به آمریکا بردن، زیرا چند تا از این تندیس ها را به آمریکا بردن و حتی یکی از آنها را در کاخ سفید نهادن. این تندیس سر همان گاویست که در کاخ سفید نهادن. اما در ایران یک تندیس بسیار کهن از گاو پیدا شده است در تپه مارلیک در استان گیلان. این تندیس همان گاویست که در استان گیلان پیدا شده است. همچنان که میبینید گاو کوهندار است و همچنین بر روی چرخ سوار است. این نشان میدهد که گیلانی ها در آن زمان گاری داشتند. اما تندیس دیگری که پیدا شده است این است. این تندیس همچنان که میبینید باز هم گاو کوهندار است. این تندیس در گوهر تپه مازندران پیدا شده است. باستان شناسان از اشیای دیگری که با این تندیس در استان گیلان پیدا شده است میگویند که قدمت این تندیس به 2700-800 سال میرسد، ولی میگویند این تندیسی که در مازندران پیدا شده است بیشتر قدمت دارد و قدمت آن به 3000 سال میرسد. و حال ببینیم این تندیس گاو تندیس چه گاوی بوده است. این تندیس هر گاوی نبوده است، تندیس یک گاو بخصوص بوده، تندیس یک گاو ویژه بوده است. و اما این گاو ویژه کدام بوده است؟ اگر شما یک گله گاو را ببینید که در یک صحرا یا یک چمنزار از یک جای به جای دیگر می روند، خواهید دید که یک گاو نر در پیشاپیش گله گاو حرکت می کند. این گاو نر نیرومندترین گاو گله است و هر جا این گاو می رود گله گاو به دنبال او می رود. و اگر بیشتر دقت کنید در میان گله گاو که به دنبال این گاو جلودار حرکت می کنند یک گاو ماده پشت سر این گاو حرکت می کند. این گاو ماده در واقع جفت همان گاو نری است که در پیشاپیش گله حرکت می کند. ایرانیان باستان هم چنین چیزی را می دیدند و چون گاوها برای ایرانیان باستان دارای ارزش حیاتی بوده اند و با آنها سر و کار داشته اند، این گاو رهبر را می دیدند که به هر جا می رفته گله گاو به دنبال او روان است. و چون چنین می دیدند، چنین می پنداشتند، چنین تصور می کردند که این گاو رهبر همه راه ها را بلد است و همه چیز می داند و به این گاو رهبر اهورا می گفتند. پس اهورا در واقع معنی گاو را نمی دهد. اهورا نام گاو رهبر است. و اگر شما سایر حیوانات و حتی پرندگان دیگر را دیده باشید که دسته‌ای یا گروهی
از جایی به جای دیگر می روند، می بینید که یکی از این پرندگان یا از این حیوانات در پیشاپیش حرکت می کند. مثلا اگر شما لکلک ها را دیده باشید که از یک جا به جای دیگر دارن پرواز می کنند، می بینید که یک لکلک در پیشاپیش گروه لکلک ها پرواز می کنند. در کردی به این لکلک رهبر ساپار می گویند. و همچنین در میان گله گوسفندها می بینید که یک گوسفند در پیشاپیش گله گوسفند حرکت می کند که به آن کرچ می گویند، که همان یعنی گوسفند رهبر. و همچنین گله بزها، یکی از بزها در پیشاپیش گله حرکت می کند و گله به دنبال او می روند که به او حچا می گویند. و همچنین در گله گوزنها، یک گوزن در پیشاپیش گوزنها حرکت می کند و به آن مامز می گویند. و همه اینها هم با گویش های گوناگونی بیان می شده است. اما ایرانیان باستان تنها گاو را سرچشمه زندگانی برای خود نمی دانستند، خورشید را هم سرچشمه زندگانی می دانستند، همچنان که امروز هست و خواهد بود. ایرانیان باستان همچنین می دیدند که خورشید از یک جا برمی خیزد، یک راه را می پیماید و در یک جا فرو می نشیند. و از آنجایی که از همان جایی که خورشید برمیخیزد، پس از یه مدتی ماه هم برمیخیزد و در همان راهی که خورشید رفته است میرفته است و در همان جایی که خورشید فرو نشسته است اون هم فرو می نشیند. اگر شما به گردش خورشید و ماه توجه کنید، به ویژه این که هنگامی که ماه روز نخستش است، یعنی هلال اول ماه است، اگر شما توجه کنید میبینید که خورشید از همان جایی که بر میخیزد، هلال اول ماه هم از همان جا بر میخیزد و خورشید از همان راهی که میرود به نظر میرسد که ماه هم به دنبال او میرود و به دنبال او فرو مینشیند. پس ایرانیان باستان چون چنین چیزی را میدیده اند و میدیده اند که خورشید از یک جا بر می خیزد و پس از پیمودن یک راهی در یک جا می نشیند و ما هم به دنبال او می رود، چنین پنداشتند، چنین تصور کردند که اهورا، که خورشید هم یک اهورا است، یک گاو رهبر است، زیرا ماده خودش یا جفت خودش به دنبال او می رود. از این روی به خورشید اهورا می گفتند. اما در اینجا یک سوال پیش می آید. برای این ایرانیان باستان این پرسش پیش می آید که چگونه اهورا و ما به آسمان رفتند و خودشون پاسخ خودشونو می سازند. و همچنین این پرسش پیش می آید که اهورایی که در زمین هست یک گلگاو به دنبال اوست، در حالی که اهورایی که در آسمان است تنها جفتش، تنها یک دانه گاو به دنبال او می رود، پس بقیه گاوها کجان؟ و ایرانیان باستان پاسخ خود را می دهند. و این پرسش و پاسخ سبب آغاز پیدایش مذهب می شود. و اما اون تندیس گاوی که می ساخته اند، تندیس این گاو نبوده است، این اهورایی که در زمین هست نبوده است، این تندیس، تندیس اهورایی بوده است که در آسمان بوده. این تندیس سرگاو که در تخت جمشید بوده است در واقع تندیس سر گاو خورشید بوده است. و راز تاریخ اینجاست، راز پیدایش مذهب
از همینجا آغاز می شود. من در اینجا این برنامه را به پایان می رسانم. تا برنامه آینده شادزی شادکام باشید.